قاضی محمد امین وقاد از چهره‌های مشهور جهادی و سیاسی پس از چاشت امروز در کابل درگذشت. پسرش علت مرگ او را بیماری قلبی می‌گوید. آقای وقاد در دوره جهاد به حیث معاون اتحاد اسلامی به رهبری عبدالرب رسول سیاف کار کرد و زمان هم عضو حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود. او همچون وزیر مخابرات و عضو شورای عالی صلح نیز کار کرده است. جناب قیس صاحب په څلور پنځوسم کال کې د وطن نه د دفاع په خاطر د اسلام نه د حمایت په خاطر باندې خپل اسلامي مبارزه شروع کوله او د مبارزې په ترڅ کې خپل ګران او خوږ وطن پریښود او هجرت وکړ. یک شخصیت بی بدیل بودن واقعا، با داشتن علم، حلم. هرچند تا کنون مبتلا شدن آقای وقاد به ویروس کرونا از سوی خانواده او تایید نشده است، اما در روزهای اخیر چندین تن از چهره های دیگر سیاسی و فرهنگی در نتیجه بیماری کووید 19 در کابل جان دادند. یک از این چهره ها نبی مصداق، مشاور رئیس جمهور و یک از روزنامه‌نگار کارکشته کشور است. آقای مصداق 75 ساله بود، دکترای بشرشناسی داشت و برای رادیو بی بی سی و رادیو صدای آمریکا کار خبرنگاری کرده بود و اخیراً در امور رسانه‌ای مشاور رئیس جمهور غنی بود. نیک انسان و با وطن په وضعیت باندې پوی سره و خادم بوده دی ولست. پیش از این رسول باوری، باستانشناس و معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، نظر زلمه آموزگار پروازی برنامه های آمادگی آزمون کانکور، فضل الله مجددی والی پیشین لغمان و عبداللطیف ابراهیمی والی پیشین سمنگان نیز از چهره های دیگر اند که به علت مبتلا شدن به ویروس کرونا در روزهای اخیر جان دادند. در افغانستان هم رشدش زیادتر شده، شیوع خطرناک است. باید مردم افغانستان، ما مردم کرونا را جدی بگیریم. اکثر مریضا خود به عنوان از اینکه ما مرقه هستم و یا دیگه امراض دارم تداوی خود سرانه میکنن، وقتی که به استیج آخر میرسن به او وقت به شفاخانه به خاطر بستر شدن و به خاطر گرفتن اکسیژن و یا گرفتن تنفس مصنوعی مراجعه میکنن. سال گذشته نیز ویروس کرونا جانهای چهره های پرآوازی چون رهنورد زریاب، نویسنده حیدری وجودی شاعر، فقیر نبی هنرپیشه و محمد یوسف غزنفر نماینده ویژه رئیس جمهور را گرفت.